شنوندگان عزیز رادیوی راه کارگر، با آرزوی بهترین ها برای شما در ادامه گفتگوهایی که با دوست گرامی من مهرداد میرپور محمدی، کارشناس مسائل روستایی ایران داشتم، در ششمین گفتگو رسیدیم به پای بنیاد مستضعفان و کارکرد و تو سطح جامعه به ویژه زیر گرفتن منافع عمومی جامعه. قراره که این بحث رو به لحاظ اهمیتی که داره ادامه بدیم و برسیم روی وجوه کارکرد بنیاد تو زندگی زحمتکشان روستایی، شکایات و مسائل دیگری که مربوط به وضعیت کار اونهاست با هم صحبت داشته باشیم. از همین فرصت بهره میگیرم و به آقای مهرداد پور محمدی سلام و درود میفرستم و ازشون خواهش میکنم که بحث خودشون با شما شنوندگان عزیز ادامه بدن. من هم سلام دارم به شما امیر جواهری عزیز و شنوندگان گرامی رادیو راه کارگر. همونطور که شما گفتید یه مقداری صحبت داشتیم در مورد عملکرد بنیاد. من در این قسمت میخوام اشاره کنم به اینکه یک ضربه بسیار بزرگی که بخش کشاورزی و تولید، حالا به طور کلی تولید در همه زمینه ها که بنیاد مرتبط بود با اون زمینه ها از طریق مصادره شرکت ها، اشاره داشته باشم که متاسفانه پس از اینکه شرکت های زیادی در اوایل انقلاب مصادره شد و اداره اونها به بنیاد مستضعفان واگذار شد، خیلی دخل و تصرف های غیر مجاز و با توجه به همون شرایط هم غیر قانونی اتفاق افتاد. سوء استفاده های بسیاری صورت گرفت که در نتیجه واحد های تولیدی از مدار میشه گفت خارج شدن و در شرایطی قرار گرفتن که قادر به ادامه فعالیت نبودن و در بسیاری از مواقع دستندرکاران بنیاد مستضعفان تقاضای کمک های زیادی رو از دولت داشتن، منابع مالی و امکانات رو که بتونن با تزریق اونها به شرکت هایی که در دستشون بود مجدداً اون شرکت ها رو راه اندازی کنن و در واقع باز این یک پوششی بود برای اینکه یک پول بیشتری و منابع مالی بیشتری رو به چنگ بیارن. و حتی زمانی در مجلس هم همین بحث شده بود که برشد این شرکت ها سابق بر این که در دست صاحبان اصلی خودش بود سوددهی داشت، چگونه هست که وقتی منتقل شده در دست بنیاد مستضعفان شمار بسیار زیادی از اینها به این سرنوشت دچار شدن که زیانده شدند و ورشکسته هستند و نیاز به تزریق منابع مالی زیادی هست برای راه اندازی مجدد اینها. البته با سوء استفاده هایی که به عمل آمده بود، من در نوبت های قبلی که صحبت شد اشاره کردم که وقتی مصادره اموال صورت می گرفت یک مقدار بسیار زیادی از آنچه رو که موجود بود و مصادره می شد رو بدون حساب و کتاب و تهیه صورت هایی که می باید انجام بشه این کار، اینها خودشون به تاراج می بردند و اونها رو می فروختند، مثل به فرض دام های بسیاری که من چون دارم در بخش کشاورزی حالا می خوام توضیح بدم روی این قضیه صحبت میکنم. این به هر صورت به اون شرکت هایی که بر این اساس فعالیت میکردن صدمه زد. یعنی یک واحد تولیدی که یه مقداری زمین داره و یک مقداری دام داره، سعی میکنه که با نگهداری دام، با پرورش دام و تولید شیر و گوشت اون واحد تولیدی رو بگردونه و سود کسب بکنه. وقتی که این منابع تولید ازش گرفته بشه طبیعتاً فلج میشه و قادر به انجام فعالیت نیست. این یک واقعیتی بود که اتفاق افتاد. بنیاد مستضعفان خیلی از واحدهایی که تحویل گرفت، این واحدها قادر به انجام فعالیت بودن که دست این سوء استفاده ها متاسفانه خالی شد از اون امکانات و اون دارایی هایی که داشتن و در بسیاری موارد مجددا اینها از دولت هم کمک گرفتن، به نتیجه نرسید. با شرایطی که بر بنیاد مستضعفان حاکم بود اون
کمک ها هم متاسفانه به بیراهه رفت و شرکت های بنیاد عملا زیانده و استفاده کننده از بودجه کلی و بودجه ملی شده بودند. در صورتی که من بازم تکرار میکنم که این شرکت ها اگر که به نحو درستی مصادره میشد و به نحو درستی هم اداره میشد، به بهترین شرایطی میتونست که سوددهی داشته باشه و ضمن اینکه از نظر مالی یک درآمدی رو تولید میکرد، از نظر اشتغالزایی هم افراد زیادی رو میتونست که در اون مجموعه ها بستر کار نگه داره و مشکل بیکاری و مشکلاتی که به تبع اون به وجود میاد رو ما در جامعه لااقل به این صورت شاهد نباشیم. و یک پرسشی زیر بای گرفته به اون اینه که بنیاد مستضعفان از جهت ساختار در واقع تشکیلاتی بوده که تابع مرکز استانها بوده، یعنی هر استانی برای خودش به شکل واحدهای مستقل عمل میکردن، یا نه اینا در واقع تحت زعامت همون مرکزیتی که برگزیده شخص خمینی بود که شما توی گفتگوی اول بهش اشاره کردید، مستقیما از طرف اونها هدایت و راهبری میشد. این بنیاد مستضعفان هم مثل اغلب مجموعه های دیگه که برای پیشبرد امور خودشون نیاز به تأسیس شاخه هایی در سراسر کشور دارن، در استان های مختلف این شاخه ها رو داشتن و اتفاقا خیلی سریع هم قادر به انجام این کار شدن، چون که به هر صورت در جای جای مملکت اینها املاک و ساختمان های خیلی زیادی رو اشغال کرده بودن و نیازی به این نبود که بیان و مثلا بنای احداث بکنن یا مثلا منابع مالی برای این کار نیاز داشته باشن. اتفاقا خیلی به سرعت هم تونستن که جابجا بشن، ولی برای انجام فعالیت های خودشون زمینی که دست و عملهایی داشتن از ستاد مرکزی خودشون در تهران و اون رؤسای خودشون، طبیعتا بنیاد مستضعفان در نقطه آغاز خودش به شخص خمینی میرسید و کسانی که در اون قسمت بالای حکومت جمهوری اسلامی تعیین کننده بودن. خب حالا به موارد ضرر زیادی اشاره کردید، میشه به صورت مشخص از زیانها و کاستی های بجا بوده از کار کرده بنیاد مستضعفان اشاره بکنید؟ بنیاد مستضعفان همونطور که در قسمت گذشتم گفتم، یک بخش زیادی از فعالیت هاش که در دهه 60 انجام شده که اتفاقا اون برخورد میکنه به یعنی ابتدای تأسیسش تا اواخر دهه 60 برخورد میکنه به اینکه شروع شده بود فعالیتش و جمع‌آوری اموال و مصادره املاک و اینها و هیچ گونه نظارتی برش نبود. دوران جنگ دیگه. دقیقاً بله، دوران جنگ، این سالهای جنگ هیچ نظاری برش نبود. در اون گزارشی که هیئت تحقیق و تفحص مجلس در سال 75 ارائه میده، اونجا اشاره میشه که اون کسانی که با ما در تماس بودن در بنیاد مستضعفان اعلام کردن که در سال 68 و گذشته از آن، زیر سال 68 که هیچ گونه سند و مدرکی که به هر صورت نشون دهنده فعالیت های بنیاد باشه وجود نداره. در تمام دوره حاکمیت میرحسین حسین موسوی؟ بله دقیقا، در تمام این دوره اینجوری اظهار کردن که چنین چیزی وجود نداشته و به هر صورت حالا گاه‌گداری، البته مثلا در سالهای بعد یک اخباری درز می کرد، مثلا در سال حدوش 70 در دهه 70 مدیر کل اطلاعات استان کرمان اعلام کرده بود که ما یک گروهی از کارکنان مؤسسه کشاورزی سیرجان رو که اون هم از زیر مجموعه های بنیاد مستضعفان هست و در استان کرمان فعالیت داره، 17 نفر از کارکنان اون مؤسسه رو به علت دزدی هایی که در اونجا صورت داده بودن دستگیر کردیم. این برصورت اینطور هم نبود که موفق بشن همه موارد رو بپوشونن. حالا یه چیزهایی در جامعه خیلی باستاب پیدا میکرد، ناچار میشدن که یه گوشه از اون رو
عنوان بکنم. و شما اشاره خوبی کردید که در مورد میر حسین موسوی، خود آقای میر حسین موسوی هم طبیعتاً در جریان جزئیاتی که برای بنیاد به وجود آمده و اون به خصوص در دهه 60 هست و زمانی هم آقای رفیق دوست گله کرده بود در مورد این که به صورت دولت میر حسین موسوی اگر که حمایت کافی به عمل می آورد می تونستن که نیروهای ما برن تا بغداد و بغداد رو هم فتح بکنن، چون در کابینه آقای میر حسین موسوی آقای محسن رفیق دوست وزیر سپاه پاسداران بود و اونجا برسه در جوابی که حالا که شما بخواید من اون جواب برای شما بخونم که میر حسین موسوی میده نشون دهنده اطلاع آگاهیش هست از اون مسائلی که اونجا اتفاق افتاده. دارید این صدات رو؟ بله بله میتونم برای شما بخونم. خب این صدات کمک میکنه، ما منتظر میمونیم که بهرداد این صدات رو آماده کنه. خب آماده شد. آقای موسوی این صحبتی که کرده دو سایت خودش، دو سایت کلمه گذاشته در 4 مرداد 89 تحت عنوان هشدار درباره تحریف تاریخ جنگ، در پاسخ به حرفای محسن رفیق دوست میگه اون وزیر سابق، البته منظورش همین آقای رفیق دوسته، اون وزیر سابقی که خود میداند چگونه به این جانب تحمیل شد، در عین آن که بیش از همه در جریان سرریز شدن همه جانبه امکانات دولت به جبهه ها بود، حالا میگوید که اگر امکانات دولت در اختیار جبهه ها قرار میگرفت ما بغداد را فتح میکردیم. شما باید جمله ایشان رو این گونه معنی کنید که اگر دولت در اختیار بنده و دوستانمان قرار میگرفت ما چه فتوحاتی داشتیم. بنده میگویم شما که نمیدانم به تحریک چه کسانی در از یک هفته چندی مصاحبه علیه دولتی که در آن کار میکردید انجام دادید. اگر دولت را در اختیار میگرفتید بر سر کشور همان میآوردید که در طول مدیریت خود بر سر بیت المال و اموال مستضعفان و یتیمان در بنیاد مستضعفان آوردید. راست خود این نشون دهنده آگاهی آقای میر حسین موسوی هست از آنچه که بر بنیاد مستضعفان گذشته و طبیعتاً با توجه به اینکه همه اینها در این رژیم جمهوری اسلامی نقش بازی کردن و جز مورهای تاثیرگذار بودن، جز افراد رده بالا بودن، تمایل به این ندارن که به طور کلی همه چیز رو آشکار بکنن. حالا اگر چیزی هم گفته شد اینجا، آقای میر حسین موسوی در واقع از مدیریت خودش در اون زمان کشور داشت دولت در اختیار ایشون بود داره دفاع میکنه، نه اینکه بخواد از مستضعفان این دفاع داره. حالا به عنوان آخرین پرسش توی بخش، و تا جایی که یادمه شما از گزارش مجلس در قبال عمل کرده همین محسن رفیق دوست هم صحبت کردید، در اونجا چه چیزی بد نظرتون هست؟ چه حادثه اتفاق افتاد در قبال این گزارش؟ اون مسئله مهم اینه که هیچ پیگیری نشد، البته پیگیری که فقط گزارش اول کرد مربوطه به چه سالیه؟ گزارش مربوط به سال 75 هست که گزارش تحقیق و تفحص مجلس بوده، در آخر مجلس هفتم اون گزارش منتشر میشه و من اون دفعه هم گفتم که 150 مورد پرونده فروش اموال منقول بوده و 150 پرونده هم فروش املاک بنیاد که اینها رو آمدن و به صورت تصادفی نمونه های انتخاب کردم اون گروهی که تحقیق رو انجام میدادم و فساد مالی در اون عملکرد وجود داشته و جالب این که هیچ گونه برخوردی که صورت نمیگیره، هیچ بعدها خبرنگاری با محسن رفیق دوست صحبت میکنه و از ایشون سوال میکنه که در گزارش مجلس به 28 مورد تخلف انجام شده از اون 150 پرونده فروش املاک بنیاد اشاره شده که در تمام این موارد یا قیمت فروخته شده پایین تر از قیمت کارشناسی بود یا اساسا املاک مورد کارشناسی قرار نگرفته بودن و این قیمت کارشناسی وجود نداشت. آقای رفیق دوست میگه نه اینطور نیست. خبرنگار بهش میگه که گزارش مجلس اینطور نشون میده. موسی رفیق دوست میگه تهیه کننده این گزارش فرد صالحی نیست و صلاحیت این کار رو نداشته، من پرونده این شخص رو به شما نشون میدم ولی به خاطر انقلاب ننویسید که این فرد چه کاره بوده. که این بسیار جالب هست که
در اصل شما میبایستی که حالا یک ایرادی به کار شما با ذکر موارد و نمونه وارد شده، شما میبایستی که دقیقا اون رو توضیح بدید که اینطور نیست، سند با سند و مدرک، همونطور که اون گروه مقابل این کار انجام داده. این که به شخصیت فردی، حالا این شخص البته جز باز همون نظامه، ولی این یک پاسخ منطقی نیست. ضمن این که بسیار جالب این که پرونده ایشون پیش آقای رفیق دوست چه میکنه، که پرونده وقتی یک نماینده مجلس باشه در اختیار ایشون، سایر افراد مملکت که حتما جای خود دارن. و خب اون حرفی هم که دیگه خیلی کهنه شده که ایشون میگه که ولی به خاطر انقلاب ننویسید و به خاطر انقلاب و به خاطر فلان و اینها، که در صحبت های اینها رایج هست، ولی این خودش شیوه برخورد نشون میده که به هر صورت چون کنترل و نظارتی رو این عمل کرد و رفتار نبوده، اینها به هیچ عنوان از این گزارش ها هم هیچ گونه به قول معروف چیز نمی شدن که مثلا خط مشیشون عوض بکنن یا برگردن از اون رفتاری که در پیش گرفته بودن. خب واقعیت اینه که همه این جانوران مقابل تاریخ که از این انقلاب خروارها سر بردن و هر چقدر که تونستن روی برافی او یه مردم پا گذاشتن، وقتی که کفگیرشون به ته دیگ میخوره همه از مساله انقلاب صحبت میکنن. از شما مرداد عزیز ممنون و سپاسگزارم که گفتگو رو به این شکل پیش بردیم و امیدوارم که باز هم بر سر بنیاد مستضعفان ناگفته‌هایی که دارید برای شنوندگان ما توضیح بدید. من هم از شما و شنوندگان گرامی سپاسگزاری میکنم.